به دعوت سیمین عزیز کمیته برگزار کننده و بنیاد را برای شرکت در این کنفرانس خوش آمدید. روز آخر کنفرانس بنیاد سال 2013 در کل بود که برگزاری کنفرانس 2015 مطرح شد. سیمین عزیز و من کنار هم نشسته بودیم. او گفت که خوب است ما آن را برگزار کنیم. من مخالفت کردم از این بودن این کار مسئله وقت و مسئولیت های دیگر را مطرح کردم. اما او با چنان اعتماد علاقه و شور و شوقی پیشنهاد را اقرار کرد که در نهایت همراه هم نزد گلناز امین رفتیم ولی با اعتماد و او با اعتماد به نفسی که خواست خودش بود و تقاضاش پیشنهادش را مطرح کرد و هنگامی که خبرمان در سالن کنفرانس اعلام شد فریادهای شادی گذار و هورا کشیدنها متناسب بودن پیشنهاد سیمی و اعتماد به نفس و در این حال توازهی که خواست خود اوگو پیشنهادش را مطرح کرد و هنگامی که خبر آن در سالن کنفرانس اعلام شد فریادهای شادی و هورا کشیدنهای خوزار مناسب بودن پیشنهاد سیمین عزیز را تایید کرد و به ما قوت قلب و اعتماد دوباره داد و عزم ما را برای برگزاری کنفرانسی پربار و با کیفیت خوب جذب‌تر کرد. سیمین شمسی در کرمان متولد شد. دوره دبستان را در جیرو گذراند و سپس در بند کرمان و تهران به تحصیلات ادامه داد و در رشته ریاضی موفق به اخذ دیپلم گشت. در آزمون تربیت معلم پذیرفته شد ضمن تحصیل به کار تدریس هم اشتغال می‌ورزید. سپس به دلیل علاقه و به مسئول در ادبیات فارسی در این دوره جزو همکاری در اکتشاف روزنامه دیواری و در نهایت مسئولیت این نشریه ادبی دانشجویی را به عهده گرفت. سیمین به شعر و ادبیات علاقه بسیاری داشت. در برنامه مشاهده دیکتاتوری شرکت کرد و به دریافت جوایز نایل آمد. سیمین تحصیلاتش را در مدرسه عالی بازرگانی ادامه داد اما پس از دو سال به دلیل بیماری مادر ترک تحصیل کرد و پس از یک سال بعد از بهبودی نسبی مادر به جمع همکلاسیهایش بازگشت و در نهایت در سال 1347 موفق به اخذ لیسانس بازرگانی شد و در همون سال در سابقه ورودی برای دوره فوق لیسانس دانشگاه تهران ثبت نام و در رشته بازرگانی بین‌الملل در دانشکده حقوقی پذیرفته و در سال 1349 فارغ التحصیل کرد. در خلال این مدت به استخدام بانک مرکزی درآمد و همچنان در کلاس‌های شبانه به تدریس ادامه می‌داد. سیمین در دوره لیسانس در مسابقات شطرنج دانشگاهی شرکت و یک سال هم قهرمان دانشگاه‌های کشور شد. سیمین جهت گذراندن یک دوره تخصصی محاسبه درآمد ملی با استانداردهای جدید به امریکا اعزام و پس از گذراندن موفق اقدامیز این دوره و یک دوره تکمیلی در سازمان ملل متحد به عنوان یکی از معدود زنان متخصص در این زمینه در ایران به شمار می‌رود. او
از چند سال آشنایی در سال 1354 با سعید مهدی‌پور همسرش ازدواج کرد و ثمره این ازدواج دو دختر است که همچون مادرشان در مدارک بالا تحصیل کرده در کارهایشان موفقند و انسانهای مهربان و متواضعی میباشند. سیمین در سال 1999 به سرطان مبتلا شد و برای مدتی بیش از 13 سال در مبارزه شرکت می کند که تنها اوست که شکست را به تخمین می اندازد. و خلال این مدت بیماری از کوشش در جهت ارتقای دانش خود و انتقال آن به دیگران دریغ نمی کند. سیمین در سالهای اخیر به کنفرانس های بنیاد علاقمند شده بود. در کنفرانس ها به طور مرتب شرکت کرده، سخنرانی ها و بحث ها را با دقت و جدیت پیگیری می کند. در پی پیشنهاد برگزاری کنفرانس 2015 در لندن، علارغم آنکه بیمار بود، در جهت برگزاری یک کنفرانس بود بسیار کار و تلاش می‌کرد. اما متأسفانه بیماری این فرصت را از سیمین و شانس همکاری با او را از ما گرفت. سیمین زنی توانا و از نسلی بود که امور اجتماعی و به خصوص مسائل زنان ایرانی را جدی می‌گرفت. بسیار اهل مطالعه بود، مسائل روز را به طور مرتب پیگیری می‌کرد و به محیط و انسان‌های اطرافش هم در ایران هم در انگلستان همیشه توجه و دقت خاصی نشان می‌داد. صفات نیکوی بسیاری داشت، ولی آنچه که برجستگی خاصی به شخصیت می‌داد روحیه همیشه مثبت و امیدواری بود با لبخندی بر لب. حتی زمانی که مرد چهره زشتش را به نشان می‌داد همچنان آرام بود و لبخند از روانش محو نمی‌شد. بی‌تکلف و بی‌مدعا بود و همیشه آماده یاری و کمک به دوستان و آشنایان و اطرافیان، حتی آنانی که آشنایی و نزدیکی چندانی با آنها نداشت. اگر زنی یا مادری به کمک احتیاج داشت و سیمین کاری از دستش برمی‌آمد، دیده رنگ پیش قدم می‌شد و به بهترین شکل و با تمام توان بدون چشم داشته حتی یک تشکر آنچه را که از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد و این کمک‌ها را هرگز در جای مطرح نمی‌کرد. کوچکترین محبت دوستان و آشنایان را بسیار قدر می‌گذاشت، ولی از نامهربانی‌ها و یا کم‌توجهی‌ها به راحتی و با بزرگواری گذر می‌کرد. سیمین در نهایت پس از گذراندن یک دوره سخت سه‌ماهه بیماری مبلول به این بیماری سرطان گشت و در بامداد 16 فوریه 2014 در منزل در کنار همسر، دختر و خواهر کوچکترش به سفری باز نگشتنی رفت و فامیل و دوستان بسیارش را در غم از دست دادنش مبهوت گذاشت. سیمین تا آخرین ساعات عمر خود با دوستان و آشنایان در تماس بود و برای برگزاری این کنفرانس تلاش می‌کرد. هیچ یک از آنها به احتمال فقدان چنین عزیزی باور نداشتند. یادش را همیشه و به ویژه در این سه روز گرامی می‌داریم. روانش شاد و راهش پر رهرو باد. از توجهتان متشکرم.